بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی و صحبه و من بالاه. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و در پناه الله زلجلال عزیزان طی هفته های گذشته در مبحث تغییر سخن می گفتیم که چطور خودمون رو عوض کنیم و عوض کردن خودمون چقدر مهم هست در یک جهشی به زندگی خودمون دادن و از زنگوله های خطری گفتیم که اگر اینها رو در زندگیمون احساس کردیم دیگه میفهمیم که ما نیاز به یک تغییر جزری داریم یک تغییر باید ویژه‌ای در خودمون به بی... ریشه ای باید با خودمون و فضای تغییر آفرین در خودمون تعامل داشته باشیم یکی از این زنگول های خطر که باید ما رو به فکر بندازه این احساس پوچی هست احساسی و این احساس بسیار خطرناک هست احساس وقتی که فرد احساس میکنه که من از زندگیم هیچ موفقیتی تو زندگیم نیست هیچ معنایی زندگیم نداره برای چه من زنده وقتی که فرد میبینه که زندگیش بی معناست بی هدف هست و پیچ وجود و عدم وجودش هیچ یعنی هیچ فرقی نمیکنه این فرد همونهایی هستند که دچار افسردگی میشن دچار بیماری های روحی روانی میشن آرامش ندارند از زندگیشون لذت نمیبرند چرا چون احساس پوچی میکنند احساس بیهودگی این احساس بیهودگی وقتی میاد که طرف زندگیش برایش هیچ معنا و مفهومی نداره اینجاست که میفهمیم که چقدر مهم هست که انسان همونطوری که به زندگی به مادی خودش توجه میکنه به غذای جسمش توجه میکنه باید به غذای روح توجه بکنه غذای روح و فهم درست زندگی جهدهی درست زندگی باعث میشه که این مورد در بین مثلا ما انسان یعنی شما هرگز یک انسان مسلمون عاقل فهمیده رو نمید بینید که با همچنین مشکلی مواجه باشه و ما خلق الجن والانس و الا من شما رو نافریدم مگر به خاطر عبادت و عبادت هم تمام زندگی شما رو برمیگیره عبادت یعنی رابطه شما با الله و این انعکاس این رابطه در رابطه شما با خلق الله اینجاست که دیگه انسان همیشه احساس میکنه که زندگیش پوچ نیست یعنی شما ببینید تعالیم دین مبین اسلام چقدر شما رو روحیه میده چقدر به شما برای شخصیت شما ارزش قائل هست شما وضو میگیرید آقا جان با هر قطره ی آب وضو گناهانتون ریخته میشه همونطور که برگاه های درخت ریخته میشه سلوات میفرستید اجر و پاداش چنین و چنان میگیرید خب ذکر الله میکنید خداوند متعال اجر و پاداش چنین و چنان میگیرید یعنی وقتی نگاه میکنید به تمام احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و که در اون یک نوع انگیزه ای رو در افراد بی وجود میاره که شما بیایید این ذکر رو بکنید این کار خیر رو بکنید انا و کافل الیتیم فی الجنتی که هاتین کس من و اون کسی که بیاد یک یتیمی رو پرورش بده من و اون دست تو دست هم وارد بهشت میشیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید از ساعی کل علی الارمله و المسکین مجاهدی فی سبیل الله کسی که میره به بیوه زنان و مسکینان کمک میکنه تلاش میکنه تلاش میکنه که رفع مشکلات اونها رفع بشه همین تلاشش فقط این مثل که کسی است که مجاهد است که سوار بر اسب شمشیر به دستش رفته در راه اسلام جهاد میکنه یعنی میبینید که برای هر دعایی برای هر چیز یک اجر و پاداشی رو مشخص کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که آقا شما همچین کاری رو بکنید همچین اجری رو میگیرید یعنی چی یعنی اینی که زندگی شما بی هدف نیست زندگی شما پی پوچ نیست شما میرید مسجد با هر قدمی که برمیدارید ده درجه ده ثواب میگیرید ده تا از گناهات معاف میشه وضو میگیرید همچنین نماز رفتید همچنین نماز رو در جماعت خوندین چه ارزشی داره آقا اگر رفتی صفحه اول و لو تعلمون ما فی النداء و صفحه الاول اگر میدونید که در میدونستی که در اذان و صفحه اول چه اجری هست برای اذان گفتن یا برای رسیدن به صفحه اول لعتیتموها ولو حبوان حتی اگر تمانی هیچی نمی داشتیم دست و پا دست کار افتاده میبود سینه خیز هم که میشد خودتو رو میرسوندی اگر این میفهمیدی که چه اجر بزرگی توش هست یعنی همه اینها تشویق هست انگیزه هست برای اینی که به هر لمحه ای از زندگی شما ارزش داده بشه هر لمحه ای از زندگی شما توش یک موفقیتی باشه این موفقیت به شما امید میده زندگیتون رو پر رنگ میکنه زندگیتون با هدف میشه هم که هر آیه از قرآن کریم رو میخونید آقا جان هر حرفی از قرآن خوندین ده تا عجر داریم نمیگم الف لام میم یه حرفه الف یه حرفه لام یه حرفه میم یه حرفه خب حالا تصور بکنید وقتی که شما فقط سوره قل یا قل عوض براب الناس میخونید یا قل عوض براب الفلق میخونید قل هو الله احد رو خوندین ربع قرآن یک چهارم قرآن اجر داری چهار بار قرآن یا سلسل قرآن اجر داری یعنی سه بار قل الله احد یا چهار بار بخونی اجر کامل قرآنی که تلاوت قرآنی کریم بهش میگن یعنی کل حکایت چی است حکایت این است که آقا جان هر لمحه از زندگی شما در اون یک موفقیت هایی هست شما میتونید از هر چشم به هم زدن زندگیتون استفاده بکنید در نتیجه احساس نمی کنید که زندگیتون بی هدفه من چه کار دارم می من هیچ که وجودم و عدم وجودم برابره و این مرحله بسیار خطرناک است در چه مرحله ای در وقتی که انسان دچار یک شکست هایی میشه جوانهایی که مثلا یک شکست هایی رو تجربه میکنن علو شکست هم نیست اینو تجارب زندگی است اما اون تصور میکنه که شکست خورده میره دو جا سه جا پنج جا رفته خواستگاری ردش کردن اینکه فکر میکرد که آقا من شاخ شمشادم اگر جایی واستادم دخترای مردم همه ششون به منه فلان یهو احساس کرد که نه آقا من آقا از قبیله فلان هستم من از خانواده فلان هستم من از مدارک فلان برخوردم دیدم. نه آقا جامعه یه جور دیگه نگاه میکنه همه این چیزهایی که شما دارید تو چشم اونم احساسه بیهودگی و پوچی میکنه یا دختر خانومی به خصوص در دختران باز این بیشتره که مسیر زندگی رو غلط رفته آقا پسرهایی هم که مسیر زندگی رو غلط میرن تو به قضیه به خصوص وقتی که به ما یک نوع حماقت هایی رو در فضای ازدواج مرتکب میشیم که هیچ احد و ناسی هیچ کسی تو دنیا از این کارا نمیکنه هیچ کسی در دنیا نه انسانی نه حیوانی اون کارایی رو که در برخی از جوامع ما نادانسته می انجام میدیم و فکر میکنیم که عقل کلیم هیچ کسی همچین کاری رو نمیکنه همه این حیوانات وقتی که به مرحله بلوغ میرسن ازدواج میکنن دنبال جفت میگردن همه انسان ها در تمام بشریت وقتی که به مرحله بلوغ میرسن دنبال جنس مخالف هستن خب حالا اونها زندگیشون زندگی حیوانی است زندگیش که در فضای افت در اونجا وجود نداره نمیدونم مسیر از اون برای بام افتادن اون یه مبحث جداست اما به هر حال این هست یعنی اگر پسرشون دخترشون 13 سالش شد 14 15 سالش شد دوست جنس مخالف نداشت رابطه نداشت میرن دنبال درمان میگردن که این مشکلش چیه چرا چون اینجا فکر میکنند که این قضیه فطرت نیازه نیازش همینه اجرایش سیستم اجرایش اینه حالا اونا راه رو را کج رفتن اون یه مبحث دیگه است بعد میایید تو جامعه ما میبینید که مثلا جوان ما رسیده 25 سال ازدواج نکرده 20 سالش ازدواج نکرده دختر خانم ما 18 20 سالش ازدواج نکرده چرا ازدواج نکردی میگه که هنوز دهنش بوی شیر میده یعنی جنگ با فطرت جنگ با فطرت انسانی چرا آقا هنوز چی نمیفهمه خب تو میفهمی اون کسی که اینو آفریده وقتی که به سن بلوغ رسید زندگیش رو محور زندگی رو سن بلوغ قرار داد آفریدگارش سن بلوغ رو محور زندگی قرار داد از لحظه بلوغ این رو بازخواستش میکنه چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی پیش صاحب مسئولیت هست پیش جنوبالی صاحب مسئولیت نیست دهنش بوشیر میده خب برو دهنش یعنی تصورات واهی خدای خالق میگه که وقتی که به سن بلوغ رو سن ازدواج معرفی میکنه رب تلولیت ما حتی اذا بلغ نکاح یعنی وقتی که به مرحله بلوغ رسیدن نگفت وقتی به مرحله بلوغ رسیدن فرمودن به مرحله ازدواج رسیدن رشد عقلی و نمیدونه نمیدونه چطور زندگیش رو مدیریت کنه فلان کنه این مدیریت زندگی شرط تعامل اقتصادی است و ابتلو یتاما حتی اذا بلغ النکاح این آنستون فیهم رشدن فتفعو الهیم اگر رشد و فهم و درایت روی گر کردن پخته شدن پولشون و مال ثروتی که از پدرشون به ارس اومده بهشون بدید در تعامل اقتصادی رشد و فهم پختگی شرطه در تعامل به ازدواج نه شرط نیست پس همه این سیمای کودکی که شما توش میبینید اینها لازمه استقرار و انسجام یک ازدواج موفق هست خالق می که آفریده چون این کرد اون وقتی اون وقت ما بگیم با فطرت در جنگیم این فرد, فرد به تنهایی داره با فطرتش میجنگه چرا با فطرتش در جنگ هست چرا شمشیر گرفته خودش رو خود میکنه در داخل خودخوری میکنه چون که جامعه بهش میگه تو بچه ای تو دهنت بوی شیر میده جامعه روی صدهایی جلوی راش میذاره تا مثلا ازدواج نکنه تا استقرار روحی روانی نداشته باشه تا استقرار فطری نداشته باشه خب چیکار میشه؟ احیانا وقتی هم این مرحله هرچه به طول مینجامه خب احساس پوچی و شکست میکنه خدا محور زندگی فرد رو در مرحله بلوغ قرار داده ما اومدیم محور زندگی رو گذاشتیم در مرحله آقا پایان سربازی پایان تحصیلات کار پیدا کردن خونه خریدن نمیدونم یه چیزایی که به سلام یه چیزایی از خودمون من درآوردی هایی آوردیم اون وقت به هم داریم پس میدیم اما احساس نداریم زمیرها مرده است احساس نداریم که این پوچی همین از که این احساس پوچی میکنه احساس بیهودگی میکنه سر به الهاد و لادینیت میزنه احیانا دست به خودکشی میزنه تو جامعه ما چیزی به نام خودکشی وجود نداشته الان میبینید که جا جای جایی میشنوی تکوتوکی جوونی نوجوونی خودکشی کرده نوجوونی بر اثر نمیدونم استعمال مواد مخدر چرا این به طرف مواد مخدر کشیده شده چون احساس پوچی کرده احساس هیچی کرده این دنبال یک گم شده یه در داخل خودش هست خودش رو گم کرده توی کالبد خودش اینجاست که باید اگر همچنین این چیزی شد باید در فکر درمان باشیم در فکر تغییر و تغییر این افراد از اینجا شروع میشه باید این بگرده هویت خودش رو بشناسه بفهمه کیه آقا تو کی هستی چی میخوای از زندگی این خیلی مهم هست این مورد پیش میاد پیش برای کیا همچنین پیش میاد برای آقایون و کانوم هایی که به مرحله پیری میرسن پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها پدرهای پیر پدرهای پیر وقتی که مثلا همسرشون رو از دست میدن یا حتی اگر همسرشون هم باشه بازنشسته شده کارش رو از دست داده هیچ فعالیتی نداره بچه ها هم که مثلا پدرشون رو خیلی دوست دارن نمیذارن دست به سیاسفید بزن هر کسی کار خودش رو میکنه زندگی خودش رو مستقل داره اما نمیذارن پدره هم کاری برای خودش داشته باشه مسئولیتی داشته باشه اینجا پدر احساس می این پدری که سالیان سال دستش به نهان خودش بود این پدری که دیگران رو کمک میکرد و از این لذت میبرد پدری میکرد الان احساس میکنه پوچه سربار جامعه سر سربار پدراش هست اگر دخترها پسرها بهش سر زدن زدن و الا هیچ هیچ ارزشی نداره چه کار داری میکنی هیچی تو خونه افتادم یعنی هیچ گونه دستاوردی نداره مرد وقتی که دید هیچ گونه دستاوردی نداره هیچ گونه موفقیتی نداره هیچ کاری نمیکنه اون لحظه‌ای هست که شروع میکنه به با... خودخوری و وارد مرحله افسردگی میشه و زود هم میمیره اینجاست که باید بچه ها بدونند که اگر همچنین حالتی هست باید این رو اصلاحش کنیم چطور اصلاحش کنیم خودتون آقایون قبل از اینکه به مرحله بسلا بازنشستگی برسید یک فعالیتی واسه خودتون بسازید من عزیزانی که تو کشورهای اروپایی هستن این ور اون ور هستن توصیهشون میکنن که آقا بیایید بیا که از این روستاها زمین واسه خودتون بخرید یه باقی رو درست کنید یه کلبه اونجا بسازید که وقتی پیری نرید توی آپارتمان توی شهرها بگیرید زندگی کنید بیایید تو همین روستاها چهار تا گوسفند بگیر آقا با خانم همینجا زندگی بکن خانم وفات کرده زن روستایی بگیر تو روستا زندگی بکن چهار تا گوسفند بگیر آقا امکانات نیز به مثلا دکتر نیست و فلان نیست چرا میخوای دکتر میگی میخوای بیمار باشی که همیشه پیش دکتر بگردی روستا تو این کارا رو بکن تو از بیماری رها رهایی پیدا کنی این کارا نکردی مریضی چهار تا گوسفند بگیر یک چهار تا درخت بکار همونجا با همون مشغول باشو همیشه احساس بکنی که داری که انجازی میکنی یه چیزی رو به دست میاری میفتی میمیری تو روستا بیمیری بهتره یا تو شهر تو یک قوطی کبریت هم باید خودمون برنامه ریزی کنیم فضایشو نداری برو در همون جایی که هستی یه مؤسسه خیریه پیدا کن یه مسجدی خیریه پیدا کن یه چیزی پیدا کن خودت رو بچسبون نه اینکه انتظار داشته باشی که بیه پیرمرد زوار در رفته بگن آقا بیا تو مسجد شما بشید گل سرسبد ما. نه کسی همچین کاری نخواهد کرد اما خودت مثلا وظیفه تمیز کردن مسجد رو به عهده میگیری دستجوی مسجد رو تمیز میکنی مسجد رو جارو میزنی نمیدونم گردگیری میکنی فلا میکنی فعالیت های خیریه این هست تو این فعالیت‌ها شرکت میکنی از این ور اون ور پول جمع میکنی از پولای خودت میذاری و در یک عمل خیر شرکت میکنی یعنی در این مرحله پیری زوار در رفتگی خودت رو نباز اینی که بحثی و حتی بچه های ما نمیفهمم که چطور برداشت های مالو مال خولیایی تو سرشون هست مثلا میگن آقا مثلا در اروپا مردم به عمرشون 80 90 100 120 سال عمر میکنن در پیش ما 60 سال و 70 سال عمر میکنن این رو یک نوع عقب ماندگی میدونن نه عزیز من اینطوری نیست عمر انسان یک عمر کارایی انسان حد اکثرش همین 60 و 70 سال است مایی که به سر 60 70 سال عمر کردیم وفات کردیم خدا رو شکر کنیم چون که بعد از اون دیگه این مرحله میشه مرحله خطرناک خداوند متعال از لطف و کرمی که به ما داره ما رو در همین مرحله و ما هم همین رو از خدا میکنیم که هر وقت خدای بار الها دیدی که هر وقت شما تشخیص الهی این بود که زندگی ما برامون مهمتر از مرگمون هست ما رو زنده نگه بدار. تا بتونیم اجر و پاداش به دست بیاریم. هر وقت مرگمون بهتر بود از زندگیمون همیشه دعا میکنیم خداوند ما رو ببر پیش خودت چون ما تا به اصطلاح اون ور خط رو میبینیم اما اونهایی که نه تو کشورهایی که به اصطلاح میان 200 سال عمر میگن 160 سال عمر میگن اونا دنبال مرگند و مرگ رو نمیبینن از همون لحظه ای که این پیرمرد یا پیرزال رو میذارن توی خونه سالمندان این از همون شب اولش آرزوی مرگ میکنه اما مرگی در کار نیست بدبخت منتظره کی میخواد بمیره روزو میکنه بمیره اما مرگی رو پیدا نمیکنه چرا چون اونها با فطرت انسان میجنگن یعنی این پیرمرد و پیرزال رو بردن اونجا که آقا اونجا استخر است بازی میکنن فلان میکنن بازی کردن نسخ کردن این دستاورد نیست چرا در همون خانه سالمندان اینا میگیرن افسرده میشن تو همون سال خانه سالمندان کدومش بهتره همونی که به دیگران خدمت میکنه یعنی احساس میکنه که یک دستاوردی داره یک کاری روی وظیفه یک چیزی رو به سمر میرسونه مرد وقتی که احساس کرد هیچ چیزی به سمر نمیرسونه میمیره واسه همین آ... بچه های عاقل کدوم هستن ها بچه های عاقل اونهایی هستن که نمیذارن پدری پدرشون ازش گرفته بشه هر وقت خواستید پدرتون رو بکشید پدری رو ازش بگیرید پدری چه هست؟ پدری همینه پدر وقتی که به سر پای خودش بود شما کوچیک بودین تو هر کوچیک و بزرگی به پدر مراجعه می کردین بابا این کارو بکنم بابا این کارو نکنم بابا این خوبه بابا این بده خب اینجا پدر پدری می کرد یعنی احساس می کرد که افرادی به اون نیاز دارند و اون باید محبت بده بدون مقابل مادر مادری می کرد بچه ها رو معذبت می کرد بزرگشون می داد پرورشون می کرد حالا بچه ها اومدن هر یکی واسه خودشون سمیل زدن رفتن توی زندگی خودشون و زندگی خودشون رو میچرخونن پسر خونش رو عوض کرده از یه جای جایی دیگه پدر اصلا خبر نیست سه بار که ماشینش رو میفروشه و ماشین دیگه, دیگه میگره پدر اصلا خبر نیست خب اینجا چی؟ پدر میبینه که هیچ, کسی به اون نیاز نداره هیچ وظیفه‌ای در زندگی نداره اینجا میره به مرحله چی افسردگی و زودم هم میمیره همه ی بیماری های دنیا میریزه رو کلش اما اگر همین پسر عاقل می بودن چکار پدری رو ازش نمیدوزیدن در هر کوچیک و بزرگی بابات نمیدونه اصلا ماشین چیه ماشین نمیدونم فلان بهتریش از ماشین اعلان چی هست اما شما میخوای ماشین تو عوض بکنی ماشین سفید میخوای سیاهش بکنی میری با بابا بابات مشوره میکنی طوری مشوره میکنی که تو میخوای صف اسیاش بخری تو میخوای ماشین فلان بخری تو میخوای خونت رو از فلان جا بفروشی به فلان جا خونه بخری میری به بابات میگی که بابا جان این جایی که ما خونه داریم این یک دو سه عیب و ایرادها رو داریم یه خونه بهتر پیدا کردم با قیمت بسیار مناسب تر از این خیلی بزرگتره آفتاب گیره نمیدونم فلان همسایش هم فلانی و فلانی ها اصلا دوستای پر خودت فلانی هم که به اصطلاح پسرعموی خاله ی فلانت بود اون همونجاست هم این خونه این ویژگی رو داره اینو داره اینو داره حالا من اومدم که ببینم که شما اجازه میدین من برم این خونه رو بخرم یعنی طوری بگی که اون بگه که چرا نمیری خب بعد که میری میخریش میایی ازش تشکر میکنی که بابا جان شما گفتید که خونه رو بخرد چه خونه ای بودم این حرف شما بود اگر حرف شما نمی بود اگر نصیحت های شما نمی بود ما کجا بودیم بابا ما بدون شما نمیتونیم زندگی کنیم بزرگ شدیم اما هنوز محتاج نصیحت شما هستیم این تجربه زندگی شما همیشه راه رو برای ما باز میکنه تو هر کوچی و بزرگی اون میدونه یا نمیدونه طوری مشوره میکنه که همون کاری که خودت میخوای بکنی میکنی اما حرفش رو از دهن اون در میاری تا احساس بکنه که وجودش اهمیت داره پس این, این مادر بزرگ نذارید مادر کاری بکنه چرا مادر کار نکنه مادر بزرگ بذارید تو خونه باشه مادر بزرگ بذارید که حرکت بکنه مادر بزرگ بذارید که در فضای خانه احساس بکنه که شریکه مادر بزرگ بذارید که همه نوه ها بریزن رو کلش هر دو ساعتی بعد بذارن استراحت کنه باد برگردن نیاز داره که این تفریق این عاطفه ای که توش هست رو به بچه‌هاش بده این خلقت الله هست شما ببینید همیشه مادر بزرگ‌ها ها شیفته کودکان هن. کودکان از پدر مادر خودشون مادر بزرگ های خودشون رو پدر بزرگ های خودشون بیشتر دوست دارن آرزو دارن با اونها باشن چرا این رو خداوند اینجور آفریده این کودک نیاز به یک عاطفه داره که بگیره کسی باشه که سر شارجش بکنه و مادر بزرگ اون مصدر شارج کردن عاطفه هست که به کودکش میده این باید وجود داشته باشه اینجاست که مادر بزرگ احساس میکنه کاری میکنه یعنی برای مادر بزرگ برای پدر بزرگ برای بزرگ سرها همیشه طوری کاری رو برنامه ریزی کنیم که احساس نکنند که پوچ و هیچند احساس نکنند که سربار دیگرانند احساس بکنند که اونها دارند مدیریتی میکنند اونها که دارن نقش ایفا میکنند دیگران هنوز نیازمند اونها هستند اونها هنوز دارن پدری و مادری رو میکنن. این نقطه خیلی مهم است در این که یک ای تغییر در سیستم خودمون به وجود بیاریم سیستم فردیمون سیستم خانوادگیمون خانم ها در هنگام مثلا بارداری یا در هنگام مثلا بیماری هایی که به ماه، ماهواره این دوچار یک تغییر و تحولاتی میشن نگذاریم که اینها احساس پوچی و هیچی بکنن سرکوف بخورن خودشون باید اینطور برنامه زندگیشون رو به چی ببینن آقایون آقایون وقتی که به اصطلاح دچار پریود خاص خودش رو میشن اون مثلا مرحله میانسالی که به یک هوب یه بار دیگه این فرد توش یک به اصطلاح یک نو نوجوانی دیگه در مرحله دوم نوجوانی در آقایون آغاز میشه همون حس نوجوانه ایام بلوغ رو دارن بلوغ دوباره میانسالی اینجا چطور باش برخورد بکنن در حالی که مثلا همسرشون برعکس اونها کلا تو یه سیستم سرد افتاده این مراحل مراحل بسیار حساسی هست در زندگی که باید افراد طوری زندگیشون رو برنامه ریزی کنند یا طوری حداقل این قسمت بسیار ساختار منظومه عقلی منظومه بسیار عبادیشون طوری برنامه ریزی بشه که هرگز تو مرحله پوچی و هیچی نیفتند وقتی که احساس هیچی و پوچی کردید هر مرحله از زندگی بودید اون وقت باید بدونید که شما نیاز به تغییر دارید نوجوان ها نوجوان ها رو خداوند متعال توشون یه قدرتی گذاشته که میخواند چون که یک احساس به وجود قوی میکنند و میبینند که زندگی از اونها پیش رفته و اونها از کسی دیگه کمتر نیستند آفاق فهمشون بیشتر و فعالتر هست از بزرگ سالان که به بزرگ سالان طرح میدن پدرش دوی ساله که تاجر هست این نوجوان به 17-18 ساله و میاد به باباش یاد میده که چطور تجارت بکن طرح میده خب اینا یک نوع انگیزه های داخلی هست و از جمله خواهشاتی که در اینها به وجود من عمل خیر هست که من کار خیر بکنم میبینید که من میخوام که چی کار کنم یک بیمارستان درست کنم من میخوام که چی کار کنم یه چیزهایی که در جامعه احساس میکنه که یک نقطه ضعف هایی هست میگه که من اگر چون این امکاناتی میداشتم چون این کاری میکردم اما چون که امکانات ندارم دیگه یاد حداقل اگر جرأتش داری حرف رو میزنه با شجاعت انجامش نمیده از چون که تو یک است اینجا فکر میکنه که بیمارستان ساختن بهترین کار هست بعد روز بعد یتیمی رو میبینه میبینه که نه بهترین کار رسیدگی به یتیما هست روز بعد یه کسی رو میبینه که از در بهترین کار چی هست یعنی از یک شاخه به شاخه میفره اما احساس میکنه که یک کارهایی میبایست انجام میداد که الان انجام ندیده در واقع داره یک نوع نهیبی به خودش میزنه که من کجام؟ این وقتی که این مرحله میاد این چیزا احساس میشه اینجاست که باید نوجوان ما بدونه که باید عوض بشه باید یک تغییر و تحولاتی در خودش پیش بیاره که به سلام یک نوع جهشی در خودش پیش بیاره یعنی احساس میکنه که یک نیاز به تغییر داره یا افرادی که میبینید که پیرمردا وقتی که میشینن با خودشون پیرمردی که احساس میکنه که اون کسی که میبایست باشه نیست یعنی شما همیشه وقتی که انسان افتی رو داره دلش به گذشتش تنگ میشه شما ببینید مثلا یک انشایی رو شما در دبستان نوشتید دفتر انشای 20 سال پیشتون رو میبینید انشایتون رو میخونید کیف میکنید اک چه نوشتم یعنی چی حالا که کیف کردی یعنی چی؟ یعنی اینی که شما الان افت بسیار زیادی که الان اسلوب نگارش شما از 20 سال پیشتون خیلی عقب افتاده که شما الان به 20 سال پیشتون می, می, بازید که بله من اینو نوشتم اما اگر امروز شما خیلی پیشرفت می کردید اون 20 سال پیش رو می خوندید صد تا ایراد از خودت میگرفتی اما میگفت خب اون مرحله زندگی بود طور بود دیگه حالا گذشت اما الان چرا پیشرفت کردم شما ببینید یه پیرمردی که میاد میشینه یا پیرزنی میاد حرف میزنه از چی از پدر بزرگم خیلی آدم خوبی بود از همین شهر ما چون این زمیناشو از فلانجا تا فلانجا فروخت پای پیاده رفت هنج تو مسیری که میرفت هر کاروان سرایی میرسید یه چاه اونجا میکند چای آب درست میکرد برای مردم یعنی از سخاوت پدر بزرگش میگه از ایمان پدر بزرگش میگه از دلیری پدر بزرگش میگه از کرمش میگه از شجاعتش میگه از علم و دانشش میگه چرا؟ چون که خودش در این زمین احساس میکنه که کمی کم داره پدر بزرگ سخاوتمند بود، خودش بخیله الان چیزی نداره که بهش بش... اگر مثلا پدر بزرگش اون وقتا صد تا چای آب برای مر... آب آشامیدنی میزد و الان خودش ده تا بیمارستان درست کرده خودش بیشتر کرده از پدر بزرگ خب این الان نمیومد به پدر بزرگش افتخار بکنه اون رو چی کنه میگفت برای پدر بزرگی خیلی آدم خوبی بود در اون امکانات نداشتن تفلک ها با همون امکانات خارجون کارایی کردن خدا جزای خیرشون بده خدا ازشون قبول بکنه اما نه اینی که من آنم که رستم باید پهلوان همش به اونها افتخار بکنم که اونها چنین بودن پدرم چونین بود و پدر بزرگم چونین بود و بود و بود این بود و بودها علامت اینه که این خودش نیست نیسته خودش هیچ کاری نکرده احساس میکنه که هیچ کاری نکرده هیچ چیزی به دست ناورده نا در نتیجه باید بگم من اونم که رستم باید پهلوان سوار بر افتخارات اونها میره روی قله افتخارات اونها وای میسه میگه اوی من هم هستم من هم ببینی تو کی هستی؟ من اونم که پدر بزرگم چنین کرد اینها همش اینجاست که وقتی که انسان میبینه که کارهای نیاکانش براش چشمگیر هست و اونها حرف مجل... نقل مجالسی این هست یعنی من نیاز دارم که یه وارسی به خودم بکنم چرا من اونی نباشم که پدر بزرگم به من افتخار بکنه من کاری بکنم که پدرم و پدر بزرگم در روز قیامت به من افتخار بکنن من صدقه جاریه اونها باشم اونها که صدقه جاریه من نمیتونن باشن من از کار اونها فایده دیرم نمیاد پدر بزرگ چون کرده به من عجیب نمیرسه اما اگر من کردم به اونا میرسه بس مهم این منم که باید به صلاح این خب چیزی که باعث میشه که به خودمون تلنگر بزنیم احیانا در روند زندگی فردی خودمون یه سوال شما شما اون گوشه نشستید شما نماز صبح رو امروز در جماعت در مسجد خوندید؟ نخوندی نه؟ خب سوال شمایی که نماز صبح رو تو جماعت نخوندید یعنی چی؟ جماعت کجاست؟ تو مسجد نه؟ مسجد کی؟ کجاست؟ خانه یا خداست؟ یعنی شما رو خدا تو خونش نخواسته نماز صبح تو مسجد نخوندی نماز زهروحی یکی از نمازها رو تو مسجد نخوندی یعنی اینی که خداوند متعال شما رو تو خونش نخواسته اگر میخواست شما رو میافرد یعنی توفیق, توفیق میداد که بیایی مگه خودمون تو زندگی ما نمیبینیم خیلی وقتها از شما خیلی خسته ایم اما همین که نماز میشه بلند میشید با همین خستگیت بینید به مسجد خودتا به جماعت میرسون یه روزی دیگه از برعکس خیلی راحتی نشستین هیچ م... کاری هم ندارین هیچ چیزی باعث نیست که شما به مسجد نرید اما با این وجود نمیرید یعنی چی یعنی توفیق الهی از شما سلب شده خدا شما رو نمیخواد یه وقت تو پول خیلی خوب هم داری یه میفهمی که فلانی مریضه فلانی نیازمنده بهش نمیری یعنی چی؟ یعنی اینی که خدا تو را این ارزش رو نداری که بیایی بنده خدا بیایی روزی که الله میخواد به اون برسه تو این ارزش رو نداری که تو حامل اون روزی باشی تو پیک الهی باشی یه وقت دیگه نه میبینیم که هیچ هم نداری کسی قرض است مشکلی داره میری از این ور اون ور قرض میگیری مشکلش رو حل میکن اینجا چه هست؟ اینجا خدا تو رو میخواد خدا میخواد به اون روزی بده و تو رو معذف کرده که بیایید این روزی رو به اون برسون قضیه اینجوری باید بفهمی خب حالا وقتی خدا تو رو نمیخواد یعنی چی؟ سلب توفیق شده سلب توفیق بدترین اقابی هست بدترین مجازاتی هست که خداوند متعال روی زندگی به افراد میده یعنی خداوند وقتی کسی رو بخواد مجازاتش بکنه همیشه مجازات الهی یک بلایی نیست که سر این فرد بیاد سلب توفیق سلب توفیق یعنی چی؟ یعنی اینی که امروز صبح اینایی که رفتن تو مسجد به صلاح نمازشون رو خوندن هر یکیشون بهشون یک قصر در بهش داده شد به شما داده نشد شما تصور بکنید تو یک مهمونی شما رو دعوت کردن تو یک جلسه ای دعوت کردن شما رو همه همکلاسیاتو همه دوستاتو ده نفری دعوتتون کردن بعد که وسولوجی شد به هر یکی از اینها یک ماشین مرسدس هدیه دادن وقتی نوبت شما رسید هیچی به شما ندادن چه حسی به شما دست میزنه بابا ما با هم اومدیم ما رو با هم خواستن به همشون دادن چرا به من ندادن مگه من چیمه همینه این بدترین از بدترین مجازات های الهی روی زمین است سلب توفیق سلب توفیق یعنی تو ارزش این رو نداری که داره خانه من بشی سلب توفیق یعنی اینی این که من به دیگران میدم به تو نمیدم تو ارزشش رو نداری اینجاست که انسان باید برگرده ببینه که آقا چیه چرا این توفیق از من سلب شد چرا من نتونستم این کار رو بکنم دیگران میتونن چرا این دویست نفر رفتن نماز فجر مسجد همشون از من ضعیفترن ناتوانترن پیرمرترن، نمیدونم خسته ترن کارشون زحمتشون من از همشون وزن بهتر حداقل از صدتاشون که بهترم اما من چرا نتونستم برم اصلا از آن رو نشنیدم ساعت رو گو کردم ساعت گو کرد اصلا نشنیدم خدا نمیخواد سر به توفیق شده است برمیگردی میبینی که چه چیزی باعث شده که خداوند متعال از من خشمین باشه که منو نخواد که آقا نمیخوام تو خونم ببینمه امروز صبح نمیخوام تو خونم ببینم خیلی بده اینجاست که دیگه برمیگردی به خودت نگاه میکنی که چه گناهی باعث شده که شما به اینجا برسید نماز صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من صلی اللہ الصبح فهو فی ذمه بلا». کسی که نماز صبح رو تو جماعت تو مسجد میخونه اون در ذمت الله هست در ذمت الله هست یعنی چی یعنی خداوند موازه بشه هی خداوند هواشو داره که هیچ بلایی سرش نیاد خداوند اون رو در به سر پاسبانیش میکنه فلا نکنم الله فی ذمته بشه نکنه که خداوند متعال یک عهد و پیمانی با شما بسته شما رو بازخواست کنه که آقا چرا این عهد رو شکستی یعنی نیومدی نماز نکنه که خداوند شما رو بازخواست کنه وقتی هم که بازخواست کرد خداوند کسی رو یعنی تو جهنم میندازش این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله من یطلبه من من ذمته به شی یدرکه کسی رو خداوند بخواد بازخواستش کنه میگیردش ثم یکبه علی وجهه فی نار جهنم سپس از اون رو توی آتش جهنم میندازه چرا چون که پناه الله نیست این خیانت کرده بگون اهد و پیمانی که با الله بسته اول از تو اول از تو براب بکن قالو بلا مگه من, من خدای شما نیستم پروردگار شما نیستم گفتیم بله یک عهد و پیمانی با خداوند داشتیم این اهد و پیمان کجا شد این هست که هر وقت چون این احساسی شد باید تلنگوری با خودم بزنم که من باید عوض بشم من نیاز دارم که عوض بشم یکی دیگه از این مسائلی که باید تو ذهنمون باشه که ما نیاز داریم به تغییر یافتن و تغییر آفرینی در خودمون گره های زندگی است احساس به یک صد راهی که توی مسیرمون قرار داده یعنی وقتی ما میگیم خودمون رو باید عوض بکنیم تغییر بدیم عوض کردن یک هدف نیست یه وسیله است برای رسیدن به هدف هدف ما رسیدن به رضایت الله متعال است هر چیزی که ما رو از رسیدن به رضایت الله متعال باز می‌داره اون یک به یک صد راه است اون صد راه رو باید بشکنیم و وقتی هم که مثلا ما یه واژه داریم به نام تغییر یک واژه دیگه ای داریم به نام تجدید یعنی آیا خودمون رو کلا عوض بکنیم یا خودمون رو آپدیتش بکنیم بعضی وقتا هست که آپدیت کردن تجدید کردن یا وارسی کردن کافیه شما یه موبایلی دارید میخواید یه موبایل بهتر بگیرید این رو میگن تجدید چرا؟ چون این با این کارت میرفت اما میخوای یه بهتریش باشه ماشینی داشتی کارش خوبه همه چیز کارت میره اما بهتر میخوای باشه بهترش میکنی این یک نوع تجدید هست بس... اما اون چیزی که ما میخوایم اینجا بگیم که نه یه وقتی هست که اون مشکله صد راه شماست شما یه موبایل دارید خراب شده اصلا نمیتونید کارتون رو زندگیتون رو بچرخونید اینجا نیاز هست که تغییر بدید یه موبایل کاملا جدید دیگه که بتونید به اون نیازهایی که شما دارید رو ایفا بکنه شما یه ماشین دارید اما این ماشینتون هر روز خرابه هر روز باعث دردسر شماست شما الان کاری دیگه پیدا کردید که باید هر هفته حداقل دو بار از شهر بیرون یعنی این جوابگوی نیازهای شما نیست اینجا باید چی میگیم میگیم باید تغییرش بدید باید عوضش کنیم این تغییر احیانا همیشه رفتن به جنون نیست شاید شما مسیر رو رفتید اشتباهه برمیگردید قبلا بهتر بودی. دوستای پیشینتون خیلی شما رو بیشتر کمک میکردند، موفقتر بودین تو منطقه پیش که زندگی میکردید خیلی موفقتر شدید تو این منطقه که اومدید اصلا وز یه جوری دیگه است همسایه ها اصلا یه جوری دیگه هست. نیاز هست برگردی به جای اولت نیاز هست احتمالا بازگشت به عقب هست یعنی همیشه راه به جلو نیست و اون چیزهایی که باید عوض کنی احیاناً آدات رسوم شماست احیانا اخلاقته احیانا ارزش هایی هست که بهش باور داشتیم. الان میفهمی که احیانا دین و هویتت هست درک میکنه که این دین و هویتی که من انتخاب کردم یا به میراث بردم این اشتباه است و این خیلی مهم هست افراد از این مرحله خیلی میترسن و این وحشتناک ترس از این وحشتناک که شما نتونین دین و هویتت رو اگر فهمید دیگه اشتباس عوض بکنی یعنی این یک تصمیم بسیار قوی میخواد یعنی مشرکان مکه همش تو همین وحشت بودن چطور ما دین و راه و رسم آبای و نیاکان خودمون رو عوض کنیم آقا ما اینطوریم اخلاقمون پوشاکمون ریتم زندگیمون و فلان و اینا یعنی تو میخوای اون کارهایی که دست در دست ما انجام میدیم اونها رو ول کنیم تا این جرعت رو نداشته باشی موفق نمیشیم الان همه یه تو سری هایی که ما به خودمون میزنیم و جورش رو میکشیم خیلی هاش از اینه آقا جون این ریخت و پاش ازدواج و این مسخره بازیات توی ازدواج چیه؟ مگه شما میخواید زندگی کنید یا میخواهید که نه چشمای دیگران رو راضی بکن آخه رسم و رسومات ماست دیگه نمیشه از رسم یعنی چی رسم و رسوم این رو میگن جاهلیت از آج یعنی چی یعنی شما یک زندگی رو میخواید بسازید این زندگی باید با سادگی ساخته بشه با عشق ساخته بشه با ایمان ساخته بشه نه با من و عذاب نه با دردسر و فلاکت یعنی واقعا وقتی انسان میاد در یک مرحله از جهالت جهالت در سیستم در تار اون بافته میشه میرون من درک میکنم وقتی که تو جامعه تلاش داریم برای حل گره های مردم میبینید که وقتی شما دارید میسوزه تو یه خانواده دختری هست 25, 30, 35 سال عمرش رسیده ترشیده کسی به اونجا سر نمیزنه شمایی که مثلا اصلا نه سر پیازی نه ته پیاز اما درد جامعه رو احساس میکنی پدر ولی امر اون دختره نیستی اما میدونی که تو این خونه چه دردی هست میایی یه دوستی داری یه عزیزی داری تشویقش میکنی اینجا رو راضی کردی مونده اونجا این <Bilder> راضیش کردی که بیایی یک همچین دختری هست با این کمالات و فلان اینو بگیرید وارد بهشت میشه اون هم بعد از من و ان و شما آخر گفت آقا بله هستیم ما حالا بیا اونجا برو بیا برو بیا آقا جون این کار را بندازید میگه مگه چی اومدید گوسفند بخورید حس جاهلیت که در تنه جامعه رفته چرا چرا همچین چیزی هست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرستن فلانی برو که ازدواج کن دو زنه میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله به من برو من شوهری پیدا بکن کسی حاضر نیست بگیردش یک جوون یک یا رسول الله من میگیرمش چی داری هیچی ندارم یا رسول یه بابا یک گلن چی انگشتر آهنی فلزی از جایی پیدا کن رفت اومد یا رسول الله پیدا نده هیچی نداره پیرهن درست سازیم پیرهن نداره یه شلوار داره. میگه یا رسول الله این چادر رو دارم نصفشو میدم بهش میگه این چادر چیه؟ تو بپوشی ایشون چیزی نداره بیه ایشون بیدی خودت لخت میشه میگه آقا چقدر از قرآن حفظ داری؟ من پنج جز سوره از قرآن حفظ همین سوره ها رو بهش یاد بده یالا بسم الله تمکر الله برید زن و شوهر قضیه بی سادگی عبدالرحمن ابن عوف میلیاردر میلیاردر مکه میاد مدینه و چند روزی رفت و بازار رو کار کرد و یکم سر وزش خوب شد و سویل چرب پیامبر دیدش که قبول رو به سویل چرب شدی چی خبره؟ ازدواج کردم اه مونشالله ماریه چی دادی؟ از زنب... از دخترهای مدینه گرفتن به اندازه یک هست خورما تلا مرد حسابی یه ولیمه یه اندقل میکردی یه گوسفندی سر میبریدی چهار نفر جمع میگنی خبر میشدی کل ماجرا می میلیونر آقا میلیونر یک ولیمه ای بکن یه گوسفندی سر میگیری که دوستا خبر بشن که تو ازدواج کردی در شادی شریک بشن اون وقت ما طرف دستش به دهنش نمیگم می میگم یعنی ببینی جهالت به کجا میرسه آقایی که آقای این واقعیت جامعه است یکی از یعنی خانواده علم و تقوا در چشم مردم دخترش رو داده به ازدواج طرفی که میاد ازدواج میکنه پدرش با دوچرخه چرخه داره سر کارش میره و میاد مخارج ازدواجش تالار شست هزار دلار است حالا بگوین چند سال اینها باید زحمت بکشن تا همین به تو جوامه میبینیم طرف نمیدونم برای خود اسمی داره و رسمی داره و اسم اسلام رو ملک پدرش میدونه خب فکر میکنه که نمیدونم عالم ده رمین هست و فلان هست و در بین مردم این ابهت و اینو همه اینا وقت وضع ازدواج بس دخترش پسرش رو ببین شاهان غلط کردن همچین کاری بکنن اینا چی هست؟ همش همون جاهیلیت جاهیلیتی که در جامعه هست پس اینا رو باید تغییر داد جامعه چی میخواد بگه رسم و رسومات رو عوضش میکنیم میکشیمشون میشکنی این عادات هست رسم و رسومات هست فران. تا نتونی اینها رو بشکنی تو در جاهلیت هستی این اسلامت هیچ فایده نداره به خدا سوگند کسی که نمیتونی این عادات و رسوم رو بشکنه اگر امروز گاو پرست می اگر در خانواده ای به دنیا می که گاو پرست بودن تا آخر عمرش گاو می اگر در خانواده ای به دنیا می اومد که اونها بت رو عبادت میکردن تا ابد و دهر این بت رو عبادت میکرد چرا چون که قدرت نداره که تغییر بده خودش رو عوض کنه جامعه رو عوض کنه این وضعیتی که هست ازش بیاد بیرون نیاز هست که یک انقلابی در خودمون به وجود بیاریم یک جهشی در خودمون به وجود بیاریم که بله ما میتونیم الان ببین اونهایی که ما تو همین شبکه های اسلامی یعنی الان صدها هزار نفرند که به خاطر تماشای برنامه های شبکه های اسلامی نشستند پای درس استاد سجودی و یاد گرفتن که آقا توی باطلاقی بودند و این آقا ما رو داره میکشه بیرون از دور دستش رو پوشیدن گفتن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و محمد رسول الله اومدن بیرون شما میبینید تو شبکه های اسلامی برنامه های آقای استاد انصاری هست مردم زنگ میزنن اشهد و لا اله الا الله محمد رسول وارد اسلام میشه تو برنامه های استاد زیایی میشینن خداشون رو میشناسن تو برنامه های استاد زهرابی میشینن استاد دهقان میشینن دینشون رو یاد میگیرن اشهد و الله اله الا الله اشهد اینا کی اینا همینایی هستن که جرأت رو دارن که میدونن در اشتباه بودن چشو گوششون باز میشه مطالعاتی میکنن با عقل و منطق میان به طرف اسلام در کنار اینها افرادی هستن فیلسوف افرادی هستن دانشمند افرادی هستن استادای دانشگاه استاد فلان اما این جرأت رو ندارن این همت رو ندارن تا الان کجا رفته آقای دکتر فلان استاد فیزیک و شیمی دانشگاه فلان و فلان زن و بچهش رو برداشته رفته مشهد زیارت یعنی آقا با این عقل و منطق فیزیکی و ریاضیات و نمیدونم طب و فلان اما هنوز همون برده است اگر این آقا گاف پرست الان که عزیزانی که تعجب میکنن که چطور یک نمیدونم دانشمندی که تو ناسا موشک هوا میکنه میفرسته به به آسمون این آقا وقتی که به تعطیلات میشه اولین کاری که میکنه برمیگرده به هند پیش مادر بزرگش اونجا مثلا گاو رو پرستشش میکنه از ادرار گاو میخوره و تبرک میکنه و چرا اون کار رو میکنه؟ اونی که اون کار رو میکنه اینی که میره به قبر و امام رضا و فلان اینا همه شون اینا همونایی هستند که هیچی در این بعد عقل و اندیشه و منطق و زندگی هیچ هیچ بهره ای نبردن اون شخصیت رو ندارن که اگر من اشتباه کردم باید خودم رو عوض کنم حتی اگر این تغییر تغییر دینم باشه تغییر عادات و رسومم باشه تغییر تحولاتی در اخلاقم باشه ما اینیم دیگه پدرم هم اینطوری از آدم عصبانی بود منم آدم عصبانی هم همون پدر بزرگمونم هم. ای بابا مگه ما عصبانیت میراسی داریم مگه ما حماقت میراسی داریم نه آقا اون حماقتی کرد او کان آباهم لا یعقلون ولا شیئا ولا یهتدون خدا اینو میگه بعد اگه عقلشون نمیرسید احمق بودن نمیفهمیدن خب رو از چه تشخیص تو چه مرگته اونا بودن این حماقت به ارث نمیره اگر اینطوری بود که خداوند کسی رو بازخواست نمیکرد بر این بات نداره آقا این آدم کشته پدرش هم آدم کش بوده دیگه ارسن به ایشون همچین چیزی نیست هر چیزی که شما باز خواست میشی در روز قیامت یعنی اینی که به اختیار خودت انجام دادی یعنی اینی که خداوند متعالی قدرت رو در شما گذاشته که خودتو عوض بکنی عوض نکردی خودت عوض نکردی خودت مثلا دو راه پیشت بود و پس هر چیزی که ما فکر بکنیم بدونیم که مسلحتی از مسلحت های دنیایی ما رو به هم میزنه یا مسلحتی از مسلحت های آخرت ما رو به هم میریزه باید عوضش بکنیم یعنی در زندگیمون ببینیم هر گرهی هر چیزی که لطمه به دنیای ما میزنه و ل... یا لطمه به آخرت ما یا لطمه به دین ما این چیز یک گره هست یک صد راه هست ما وقتی که استخاری میکنیم با برای هر کاری یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و به ما استخاره کردن رو یاد داد همونطوری که آیات قرآن کریم رو به ما یاد میداد استخاره کردن رو به ما یاد داد صحابه میفرمایند همونطوری که قرآن رو به ما یاد میداد پیامبر اکرم استخاره کردن رو هم به ما یاد داد. یعنی به همون اهمیت در استخاره ما چی میگیم طرف میخواد ازدواج کنه با زینب خانم طرف میخواد از... سر کار توی مثلا شریک تاجر بشه با قاسم خان طرف میخواد که به خون خونه زندگیشو بر بداره بره کابل یا اصفهان هر چیزی که میخوای انجام بدی چیکار میکنی استخاره میکنی سه میخوای بری سفر دوشنبه استخاره میکنی خب در استخاره چی میگیم اللهم اینی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک فانک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب خدایا بار الها من از تو میخوام از تو مشوره میگیرم از تو خیر رو میخوام چرا که تو میدونی و من نمیدونم تو میتونی و من نمیتونم همه چیزا در اختیار توست و علم غیب داری و من نمیدارم. خدایا بار الها اگر این موردی که من میخوام انجامش بدم خیر من و خیر اون طرف مقابل شریک من توش هست خیر دنیا و دینمون و آخرتمون این قضیه رو برامو آسونش بگردان که ما به این هدف برسیم خدایا بار الها اگر میدونی همون اگر شما که شما میدونید اگر توی این شری هست برای زندگی من و طرف حساب مقابل من برای زندگیمون دنیامون آخرتمون این رو از ما دورش بکرد و اون چیزی که خیر ما تو اون هست اون رو برای ما مقدر بکنه و ما رو توفیق بده که اون رو انجام بدیم و خوشنود بشیم با اون موفقیت هایی که به دست میاریم این استخاره اینه یعنی چی؟ یعنی اینی که من باید بدونم که مثلا چی چیزهایی مثلا زندگی من رو خراب میکنه که اینها صد راهه هست و اینها رو مثلا چطور از سر راه وردارم و خودم رو به موفقیت ها و به طرف موفقیت ها سوق بدم حالا برخی از گره ها هست توی زندگی وجود داره مشکلاتی هست که وجود داره اما من نمیخوام قبول کنم یعنی من خودم رو زدم به کوچه حسن چپ یا علی چپ خب من نمیخوام قبول کنم و از مدرسه شکایت میاد که آقا بچت به مدرسه نمیاد هفته ای سه روز غایبه خب دوستای بچه میان میگن که بچت درس نمیخونه اما نه من به بچه‌ام اعتماد دارم من میدونم که اینها از باب حسودی میگن یه مشکلی وجود داره من نمیخوام قبولش کنم مشکلی در زنم میاد صبح تا شب و بعدی همسایه رو میگه غیبت اینو میکنه غیبت اون رو میکنه بعدی اون رو میگه حرفای بیهوده میزنه من برام مهم نیست من اش نمیکنم غیبت رو گوش میکنم فلانی میاد سخن چینی میکنه گوشش میکنم چغلی میکنه گوشش میکنم هیچ برام مهم نیست تکرارش میکنم خب این انا افراد یه روزی میاد که مجبور میشی تغییر پیدا بکنی اما اون روزی هست که دیگه کار از کار گذشته همون روزی هست که بچت بچهش... میان خبر بهت که پلیس بچه تو گرفته توی و زندان است رو دنبالش الان میخوای عوض بشی کاری بکنی اما دیگه کار از کار گذشته بچه معتاد شده بچه نمیدونم آدم کشته بچه جنگ کرده دست که به کسی خنجر زده بچه 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 وقتی به فکر تغییر میای، تو سرت میزنی که زنت میاد طلاق بگیره وقتی به فکر میایی که دخترت راه انحراف رو در پیش گرفته وقتی میایی به فکر میفتی که دیگه بیماری همه جسمت رو گرفته همه خونت رو گرفته وقتی بهت گفتن آقا جان این اعراض بیماری اینا سرطانه یه ای چکی بکن نه نه من مطمئنم من سرطان کی باشه که من رو بگیره فلان بیماری کی باشه که من رو بگیره ما اصلا پدر بزرگم هرگز بیمارستان رو ندیده بود همونطور میبینی که این بیماری رشد میکنه یه ها میبینی که آقا تومار مغزی گرفت طرف سکته قلبی کرد فلان کرد اونجاست که دیگه کار از کار گذشته یعنی یک نوع تقافلی کردی و دیدی که دیگه وقتی به این رسیدی که دیگه کار از کار گذشته در نمازت همینطور کوتاهی کردی توجه نکنی آقا تو داری کوتاهی میکنی نمازاتو نمیای مسجد تو خونه میخونم تو خونه خونم ما تو خونه جماعت میخونیم دیگه همینجور کم کم یک نوع تساهل یک نوع تقافل از یک درد درد وجود داره اما شما نمیخوای قبولش بکنیم وقتی که این درد رو نمیخوای قبول کنی نمیخوای واقعیت ها رو ببینی اونجاست که دیگه میایی به مرحله میرسی که دیگه نمیتونی کاری بکنی نمیتونی این بچه رو به سرا بیایی برش بگردونی از این اعتیاد باید چقدر زحمت بکشی تا اون کاری که یه روزی میتونست با یک توجه کم شما بتونید به هدف برسید اون هدفی که با یک توجه ناچیز میتونستی بهش برسید امروز نمیتونی جمعش بکنی اون زنی که همون روزی که می دیدی که به کج میره و چغلی مردم میکنه حرف مردم رو میزنه و فلان میکنه رابطه ی تو با خواهر برادرات رو به هم میریزه وضای خانوادگی تو رو پریشان میکنه حرف این و اون رو میگیره از همون لحظه میتونستی بگی خانم از خدا بترسیم غیبت مردم نکنیم ببینید خداوند متعال غیبت رو چه چل... درها رو ببند اینی که فلانی میاد پیش تو چغلی میکنه همون لحظه جلوش را اگر میگرفتی دیگه کار به اینجا نمیرسید که امروز مجبور بشی با نصف جامعه دعوا بکنی مجبور بشی با خیلی روابط رو قطع بکنی مجبور بشی که در پیش خیلی سرشکسته بشی این هر وقت این حالت به ما دست داد یا این احساس به ما دست داد باید بفهمیم که ما نیاز به یک تغییر جدی داریم و این تغییر تنها راه جهش ما به سوی موفقیت در زندگی است. در حال موضوع همچنان باقی است و حکایت همچنان باقی است و ان در دیدارهای دیگر این مسائل رو هم مطرح می‌کنیم. الله شما را یار با آور در امان الله همیشه پیروز و شادکام باشید و موفق. آه 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 آه